تو جلسه امروز میخوایم مبحث تعادل اجسام صلب رو ادامه بدیم. جلسه گذشته بهتون گفتیم که یکی از مهمترین کارهایی که ما در مهندسی عمران و حالا به طور خاص در استاتیک انجام میدیم این هستش که یه جسمی داریم، یه سری نیرو بهش داره وارد میشه، حالا هر چیزی که هست. این جسم معمولا تو هوا نیست، یعنی معمولا به یه چیزی وصله، روی زمینی، روی چیزیه. و گفتیم با توجه به اون شرایط فیزیکی که تو مسئله هست، ما یه شرایط ایدئال یا ساده شده ای رو در نظر میگیم، به این میگیم شرایط تکیه‌گاهی. و شرایط تکیه‌گاهی هم مختلفی رو مطرح کردیم. گفتیم یه شرایط تکیه‌گاهی این هستش که اینجا به صورت تو شکل نشون بدم، مثلا جسم روی یک غلتک باشه. خب روی یک غلتک باشه یعنی چی؟ یعنی بتونه به راحتی بره و بیاد. گفتیم اینو معمولا با یه شکلی مثل این یا این یا این نشون میدیم. حالا بذاریم خودم مثلا شکلشو میکشم اینجوری بهتر. گفتیم یه حالت این هستش که مثل این که روی غلتک باشه، حالا یا این یا این یا این نشونش میدیم، فقط در جهت عمودی جلوی حرکت جسم گرفته میشه و در همین جهت هم یک عکس العمل تکیه گاهی داریم. بهش میگیم تکیه گاه غلتکی. یک حالت دیگه داریم که جسم نمیتونه در دو جهت حرکت بکنه ولی میتونه دوران داشته باشه، یعنی میتونه به شرخ بله بالا بیاد پایین، ولی اینجا تغییر مکانش بسته شده. به این گفتیم میگیم تکیه گاه مفصلی، که یا اینجوری نشون میدن یا اینجوری نشون میدن. یه تکیه گاه هم هست که حالا بیشتر از بقیه این ستا رو ما سر و کار داریم باش، تکیه گاه گیردار بهش میگیم، که نمیتونه اینوری بره، نمیتونه اینوری بره و نمیتونه دوران بکنه، در هر سه جهت جلوی حرکتش گرفته شده. اینا پرکاربردترین تکیه گاه در کل مهندسی عمران این ستا هستن. حالا یه سری شرایط دیگه هم بهتون گفتیم. گفتیم مثلا ممکنه که چی باشه؟ ممکنه یه جسمی داشته باشه اینجا یه کابلی بهش وصل باشه. میگیم اینا میسته تکیه‌گاه میشه باش برخورد کرد. یعنی انگار یه نیرو اینجا وارد شده. یا مثلا روی یه در واقع مثل یک همچین چیزی قرار گرفته باشه، این روی یه میله بتونه بره و بیاد. با اینم در واقع عمود بر میله فقط یک عکس العمل تکیه‌گاهی داره. اینا رو میتونیم اینجوری در نظر بگیریم. در این مورد صحبت کردیم پس انواع عکس‌العمل تکیه‌گاهی چی هست و رسیدیم به اینجا که با اینا چی کار باید بکنیم. معمولا شما یه سازه رو که نگاه میکنید، مثل این سازه که اینجا هست، حالا من با یه رنگ دیگه نشون بدم، مثل این سازه که اینجا هست، در هر نقطه به تناسب شرایط تکیه‌گاهی که داره شما یه تعدادی عکس‌العمل تکیه‌گاهی مجهول در نظر میگیریم. اینا عکس‌العمله تکیه گاهی مجهول هستن. اینا رو اینجوری در نظر میگیریم. حالا مثلا یه تکیه گاه مفصلی کشیدن، من میدونم یه دونه تکیه گاه، یه عکس العمل افقی داره، یه عکس العمل قائم داره. تکیه گاه غلتکی کشیدن، میدونم در واقع عمود برای امتداد غلتک یه دونه نیرو بیشتر نداره. اینا مجهولن، من نمیدونم چه نیرویی توشون هست. بعد میام از معادلات تعادلم استفاده میکنم و بر اساس معادلات تعادلم اینا رو به دست میارم. توی مسئله دو بعدی ما قاعدتا سه تا معادله تعادل بیشتر نمیتونیم بنویسیم. یکیش معادله تعادل در نیرو در راستای x، تعادل نیرو در راستای y، و زیگمای لنگر حول محور در واقع z باید بگیم. خب یعنی لنگر عمود بر صفحه هستش و میتونیم از این معادلات استفاده بکنیم که عکس العمل رو به دست بیاریم. خب اینا از این مبحث انقدر مثال حل میکنیم که شما خیالتون راحت باشه، هم من هم حل تمرینتون انشاءالله مثالای متعددی از این بحث حل میکنم. شاید اون چیزی که بیس استاتیک از اینجا داره شروع میشه که شما بتونید مسئله حل کنید. یعنی تا الان خیلی به قول معروف در حال تاتی تاتی بودین، الان تازه میخواین راه برین با استاتیک. خب به همین خاطر روی مسئله باید خیلی وقت بذارین. کتاب بیر جانسون که من حالا پی دی افش رو بهتون دادم، یا اگر فارسیش رو به هر طریقی تهیه کردید، گفتم اصلا نسخهش مهم نیست، از هر ورژنی که هست مهم نیست، میتونید نگاه کنید، انقدر مثال داره که شما بتونید در این زمینه خبره بشین. و توصیه منم این هستش که حتما این کار رو انجام بدید. یعنی اگر خودتون مسئله حل نکنید دستتون نمیاد که چی کار باید بکنید. منم به عمد در واقع مثالایی که تو این کلاس گذاشتم رو اگر بریم جلوتر میبینید که حل شده توی جزوه نیست، یعنی میخوایم تو کلاس با هم حلش بکنیم. حالا ببخشید تو این فایل نیست،
یعنی میخوایم تو کلاس با هم حل بکنیم، من فقط جاش رو خالی گذاشتم که در واقع بتونید بنویسین. خب برای اینکه اگر شما یک حل انجام شده رو نگاه کنین، شاید هیچ وقت سر در نگیرین چجوری انجام میشه، و وقتی از بیرون نگاه میکنین به نظر خیلی ساده میاد، میخوای خودتون بنویسین یه مقداری پیچیده تر از این حرفا میتونه بشه. خب من فقط یک مفهوم رو بگم بعد میریم سراغ مسئله. مفهومی داریم در مهندسی عمران در بحث‌های مکانیکی تحت عنوان پایداری یا استابیلیتی. خب توی در واقع مباحث مختلف تعابیر مختلفی از پدیده پایداری میشه. خب مثلا میگم فلان گاز پایداره، نمیدونم شرایط جوی پایداره، فلان و اینها. توی مهندسی عمران پایدار بودن یا در واقع استیبل بودن به این معنی هستش که سازه به اندازه کافی شرایط تکیه گاهی داره، یعنی سازه به اندازه کافی تکیه گاه دارد تا بتواند تحت هر شرایط بارگذاری تعادل استاتیکی را برقرار نماید. پس یک سازه پایدار سازه هست که میتونه سر جای خودش بمونه. مثال میزنم، فرض کنید که من یه میله رو اینجا میکشم، این میله هیچ عکس‌العمل تکیه‌گاهی نداره. خب این سازه الان یک سازه ناپایدار. چرا؟ چون اگه من یه نیرو اینجا وارد بکنم، هیچی نیست که اینو سر جای خودش نگه داره، این شروع میکنه حرکت کردن، میره، این سازه ناپایداره. حالا فرض کنید همین میله رو من یه سرش رو گذاشته باشم روی زمین و این سرش غلتک باشه. خب اینجا غلتک باشه، الان این سازه های پایدار شده. چرا آیه علوی؟ چرا پایدار نشده؟ حالا من سریعتر خودم میگم، به این دلیل که اینجا فقط من میتونم یک عکس‌العمل، چون یک غلطکه، فقط میتونم یک عکس‌العمل قائم اینجا تامین کنم. یه نفر بیاد این سازه رو از این ور بکشه یا هول بده، این شروع کنه حرکت کردن، دوباره این ناپایداره. یا به عبارتی میتونیم بگیم هیچ کس جلوی حرکت افقی این سازه رو نمیتونه بگیره الان. خب جلوی حرکت افقی اینو الان هیچ کس نگرفته، بنابراین این سازه الان ناپایداره. این سازه چطور؟ اینجا یه تکیگاه مفصلیه، این الان پایدار شد یا نشد؟ برای دوستان بیدارن یا خوابن؟ این سازه از سازه بالایی پایدارتره. چرا؟ چون من اگه بخوام اینو بکشم، این نمیذاره تکون بخوره جسم. اینجا یک عکس العمل تکیه‌گاهی اینوری هم داره و اینجا هم داره، و اگر بخوام اینجا هم وارد بکنم، در واقع باز یه چیزی هست که اینو بتونه جبران کنه. این عکس العمل مجهوله دیگه، میتونه خودش رو تطبیق بده که اینو نذاره، که سازه رو ببره. بس اگه سازه پایدار شد، خب نخه سازه بازم ناپایداره. چرا؟ چون مفصل جلوی دوران نمیگیره. همین نیرو رو من اینجا بذارم، این شروع میکنه چرخیدن، اینجوری میشه. خب سازه پایدار سازه ایه که کاملا به حالت سکون کامل بتونه برسه، یعنی تکون نتونه بخوره، به خصوص اگر جسم رو صلب فرض کنید. دقیقا میتونید حس کنید اینو، من اگر یه چیزی اینجا با دست نگیرم، این میفته پایین دیگه. خب اگر همین سازه
به این حالت در میان، این سازه میگیم سازه پایدار. چرا؟ من فرض کنید که یه نیروی داشته باشم بخواد اینوری اینو بکشه، خب این قلتک نمیتونه جلوشو بگیره، ولی اینجا یه نیروی میتونه باشه، یا اینجا این نقطه تغییر مکان افقیش گرفته شده، جلوی حرکتش گرفته میشه. اگه بخوام اینو به سمت بالا بلند کنم، کلا بلند کنم، این نمیذاره. خب البته این قلتک که ما میذاریم، قلتک به این معنی فیزیکی نیستش که از روز این میتونه بلند شه، یعنی در هر دو جهت، یعنی در واقع قلتک ما یه همچین شکلیه. خب ولی خب الان ما برای سادگی اینجوری نشون میدیم. اگه بخوام این سازه رو دوران بدم چی؟ اگه بخوام این سازه رو دوران بدم، در واقع یک نیرو اینجا میتونه باشه، یک نیرو هم میتونه اینجا باشه. در واقع اینا میتونن یک کوپلی ایجاد کنن، جلوی دوران اینو بگیرن. در واقع جلوی دوران این سازه الان گرفته شده. یعنی من بخوام اینو الان بچرخونم، این مانع میشه که این بچرخه. یه حالت دیگه یه سازه پایدار چیه؟ همین هست که من این ورشو گیردار کنم. یعنی چی؟ یعنی اینجا هم این سه تا نیرو رو داشته باشم، یا یعنی جلوی حرکت عمودی و قائم و در واقع دورانش رو بگیرم. خب اینم یک سازه پایداره. یعنی من اگه اینجا نیرو بخوام وارد کنم، این دوره جلوی همه حرکاتش گرفته میشه. این مثل چیه؟ مثل تخت شنا، تخت دایو بهتره بگیم، مثل تخت دایوه. خب شما میخواید یه نفر میخواد دایو کنه بپره تو استخر، خب تخته شیرشه، میاد اینجا وای میسه، در واقع نیروی وزنش که اینجا داره وارد میشه رو هم این نیرو لازمه که جبران بکنه، و هم این لنگره لازمه که باشه. اگه این لنگره نباشه، این تخته نمیتونه پایدار بمونه. دقت میکنید؟ حالت دیگه، هر کنسول یا بالکونی که هر جا میبینید تو ساختمونتون بالکون داره، همیشه همین حالت رو داره. یعنی شما ساختمون رو نگاه میکنید، میبینید که مثلا ساختمون اینجا، دیوار ساختمون تمام میشه، بعد میبینید اینجا یه چیزی پیش اومدگی داره. خب اینجا یه چیزی پیش اومدگی داره، حالا مثلا اینجا نرده زده و به اصطلاح اینجا بالکن گرفته ساختمون. خب یه نفر اینجا وایسه. خب وقتی این بالکن رو در نظر میگیرین، از بغل که به این نگاه بکنین، تنها دلیلی که این نمیچرخه نمیفته پایین این هستش که از بغل به این نگاه بکنین، این بغل یک تکیگاه گیردار هست. این تکیگاه گیردار هم اینجوری داره، هم اینجوری داره، هم اینجوری نیرو داره، نمیذاره این بچرخه، نمیذاره این بچرخه. پس به سازه‌ای که به اندازه کافی تکیگاه داشته باشیم که تعادلش رو در هر شرایطی بتونیم حفظ کنیم، یا جلوی حرکت در هر شرایطی گرفته بشه، بهش میگیم یک سازه پایدار. نه، پایداری دوتاشون شبیه همه. حالا توضیح میدم، یه درجه ای داریم تحت عنوان درجه نامعینی، ولی این دوتا عین همه، یعنی چه اینجوری باشه و چه در واقع اینجوری باشه، هر دوتاشون با یه اندازه پایدارن. منتها یه اصلی که وجود داره این هستش که اساساً شما اگه بتونید در دو نقطه یه چیز رو تأمین کنید، بین دو نقطه پخشش کنید، یکم خاطر جمع‌تر هستین، چون اینو یه نفر میسازه، یه نفر دیگه میسازه، خیالتون راحت‌تره. این یه نفر اینجا خراب کرده باشه، این سازه حتما میریزه پایین. اینجا یه مقداری خاطر جمعیه. بنابراین ما از نظر ایمنی اینو ترجیح میدیم، ولی پایداری دوتاشون از نظر علم استاتیک شبیه هم. خب اینجا توجه هم بکنید، اگر یک مسئله دو بعدی داریم، شما سه تا مسئله رو باید بتونید، یا سه تا معادله رو باید بتونید تامین کنید. این سه تا معادله اگر تامین بشه، سازه پایداره. باید بتونید در راستای x تعادل رو برقرار کنید، در راستای y باید تعادل رو برقرار کنید، در راستای یا حول محور z باید تعادل لنگر رو بتونید برقرار کنید. خب این سوال رو همینطوری که نگاه کردیم، من میگم زیگمای fx رو من نمیتونم تأمین کنم، زیگمای اف وای رو شاید بتونم تأمین کنم، چون اینجا یه اکسون هست که گاهی مجهول دارم. خب من مثلا یه اف یک داشته باشم، یه اف دو داشته باشم، کافیه این مساوی اف یک برای اف دو باشه، تعادل در راستای قائم برقرار بشه. ولی در راستای افقی اینجا نیروی ندارم، اینجا غلطک سر میخوره میره، لاغل میخوره میره، به اصطلاح نمیتونم کاری براش انجام بدم. تعادل زیگمای اف وای رو مساوی صفر رو میتونم برقرار کنم، اما زیگمای ام مساوی صفر رو چی؟ زیگمای ام مساوی صفر رو تحت هیچ شرایطی حول نقطه O نمیتونم برقرار کنم. چرا؟ چون یه سری نیرویی ندارم، مگه اینکه این نیروها خودشون دلشون بسوزه، وضعیتی داشته باشه حول نقطه O لنگر نداشته باشن.
ولی کل سازه من یک عکس العمل تکیگاهی داره از این نقطه میگذره. خب من چجوری میتونم تعادل اینو برقرار کنم؟ بالاخره اینا یه سری نیرو هستن، این میخواد اینو بچرخونه پایین، هیچی سازه. ببینید عکس العمل تکیگاهی اون نیروها به اصطلاح باید بگیم ظرفیت سازه، عرضه سازه هست در اینکه تعادل خودش حفظ کنه. عرضه سازه هست برای اینکه تعادل خودش حفظ کنه. سازه رو من میسازم به عنوان یک مهندس عمران برای اینکه یه سری باری رو تحمل کنه. خب این سازه باید این عرضه رو داشته باشه، در راستای x بارها رو نگه داره، در راستای y بارها رو نگه داره، جلوی دوران رو بگیره. این سازه به اصطلاح سازه بی عرضه هست. خب در راستای x فقط، در راستای y فقط میتونه نیروها رو نگه داره، در راستای x توان لازم رو نداره. یعنی براش کسی فکر نکره آقا یه نفر ممکنه اینو بخواد هول بده اینو نگه داره. این همین مسئله رو اینجا داریم. حالا فرض کنید این مفصلی بشه، دوباره در راستای x و در راستای y شاید بتونه کار بکنه. خب در راستای، در واقع در لنگر هول نقطه O، دوباره سازه تنها چیزایی که بهش فکر کرده این هستش که دوتا نیرو داره که هر دوتا هم از این نقطه میذاره. خب این میشه نقطه ضعف سازه. یه نفر بخواد سازه رو حول این نقطه بچرخونه، سازه به قول معروف دستش بالا میبره، میگه من کاری نمیتونم انجام بدم چون چیز به این مسئله فکر نشد. این سازه اما چی؟ این سازه یه نیرو اینجا داره، یه نیرو اینجا داره، یه نیرو اینجا داره. در راستای وای اگه بخواد جلوشو بگیره، خب یکی از این دوتا یا دوتاشون ترکیبش میاد به کمک. اگه در راستای ایکس یکی بخواد این حرکت بده، این نیرو جلوشو میگیره. اگه یکی بخواد این سازه رو دوران بده، میگه این دوتا نیرو هستن که پیش بینی شده. سازه میگه خب من این دوتا رو یه طوری تنظیم میکنم که بتونه در واقع جلوی حرکت رو بگیره. درسته؟ جلوی حرکت رو بگیره. در واقع میدونید مثل اینه که میگه که شما برای سازه ترمز گذاشتید در این زمینه یا نه. خب مثلا من میگم اگه دوچرخه‌ای داشته باشم این ترمز نداشته باشه، خب ترمز نداشته باشه، حالا ترسیم من از دوچرخه خیلی ساده شد، خیلی دوچرخه عجیبی شد. خب ترسیم ما از دوچرخه اینجوری باشه، اگر این ترمز نداشته باشه یک در واقع سیستم یا مکانیزم ناپایداره، چون نمیتونه جلوی حرکت در واقع در یک راستاش گرفته بشه. دقت میکنین؟ اگر شما میخواید مثلا میگم یک ساختمون بسازیم، باید فکرشو بکنید، ممکنه از این جهت نیرو بهش وارد بشه، از اون جهت نیرو بهش وارد بشه، و در هر جهت که نیرو بهش وارد میشه باید مهندسه فکر کرده باشه بگه خب من این ساختمون رو باید یه طوری بسازم این اگه از این جهت نیرو بهش وارد کردن سازه قرار نیست حرکت کنه بره اینور، از این جهت نیرو بهش وارد کردن این قرار نیست بره اینور، یا قرار نیست ملق بزنه پشتک بزنه بیاد اینور، پس باید جلوی دورانش جلوی حرکاتش گرفته بشه. خب حالا یه مرحله دیگه میتونیم بریم جلوتر، اینه که اصلا بیشتر از اون تعداد، یعنی مثلا الان فرض کنید که همین سازه رو من دارم، خب این الان برای خودش به خودی خودش پایداره دیگه، من ببین اینجا هم یه تکیگاه بذارم یا چی؟ یا اینکه در واقع علاوه بر اینکه این سازه رو اینجا دارم، این که اینجا مفصلی بود اینم غلطک نباشه، اینم مفصل باشه. خب اینجا یه سوال پیش میاد و این سوال اینه که الان چی؟ میگم با اون مفهوم عرضه و در واقع نیروهایی که در اختیار یک سازه هست نگاه بکنید. من میگم که یه نفر اومده این سازه رو من اینجا دارم، یک عواملی اومدن به این سازه حمله کردن، میخوام ببینن که این سازه میتونه سر جای خودش وایسه یا نه. من میگم این با مجموعه نیروهایی که اینجا داره میتونه وایسه، من این نیرو اضافه هم اینجا هم گذاشتم، معلومه میتونه وایسه، یعنی اضافه کردم یه چیزی بهش. خب این سازه هم یک سازه پایدار هست ولی دارای عکس العمل اضافیه. این سازه هم همینطور، این در راستای x، این در واقع در راستای x که بخواد حرکت بکنه، من نمیدونم این نیرو چقدر اینجا میاد اینجا، چقدرش میاد اینجا. با همون کانسپت در واقع مثلا حمله نگاه بکنیم، این میگه اگر از جا حمله کردم اینجا یه سری سرباز دارم، اینجا نگه میدارم، اینجا نگه میدارم، اینجا نگه میدارم، یه سه سرباز یدکی هم اینجا گذاشتم. حالا کدوم سرباز کدوم بخش از نیرو رو باش برخورد میکنه اینو باید ببینیم که چجوری میشه. خب به این سازه ها که عکس العمل اضافی داریم اصطلاحا میگیم نامعین، نامعین یا ایندترمینیت بهش میگیم. توی سازه هایی که تو استاتیک حل میکنیم و سازه های متعارف ما هستن، ما سه تا معادله میتونیم بنویسیم.
از حد اکثر هم سه تا مجهول میتونیم داشته باشیم در عکس العمل تکیگاهی. سه تا معادله میتونیم بنویسیم، سه تا مجهول هم میتونیم داشته باشیم. سه تا معادله من تعادل راسته افقیه، تعادل راسته قائمه، تعادل لنگره. یعنی من اگه این سه تا معادله رو بنویسم، چیز دیگه ای استاتیک در اختیار من نذاشته برای این مسئله دو بعدی. استاتیک یعنی تعادل نیرو صفر، تعادل لنگر صفر دیگه، همین سه تا رو داریم در این مسئله دو بعدی. خب پس من حد اکثر برای این مسئله دو بعدی میتونم سه تا عکس العمل تکیه گاهی رو به دست بیارم، اینو 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 میتونم به دست بیارم. میتونم در واقع اگر این اون مفصله باشه، این غلطک باشه اینجا، میتونم اینو 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 به دست بیارم، این سه تا رو میتونم به دست بیارم. حالا اگه این شد 4 تا چی؟ اگه این شد 4 تا، مسئله اینه که دیگه در استاتیک من سواد حل اینو ندارم، سازه نامعین استاتیک. در واقع در اینجا فقط معادلات تعادل نیستش که در واقع برای حل مسئله استفاده میشه، شما باید جنس مساله رو بدونید و بر اساس اون بتونید به اصطلاح یه سری معادلات اضافه ای بنویسید. من اینجا می‌نویسم نیاز به معادلات اضافه داریم که در استاتیک آن رو بلد نیستیم. این معادلات اضافه از کجا میاد؟ از تغییر شکل تیر میاد و یا جس میاد و اینه که شما بدونید که چجوری باید تغییر شکل اینو هماهنگ کنیم. این موضوع اصلی درس مقاول مساله همینه. یعنی مقاول مساله میاد به معادلات استاتیکی یه سری معادلات اضافه میکنه که بر اساس تغییر شکل تیره و بعد از اون مقاول مساله، حالا اول کاره، بعد که میرید تحلیل سازه، کلن بحث همینه که شما یه سازه‌ای دارید از نظر استاتیکی نامعین اصطلاحاً، یعنی عکس العملش بیشتر از تعداد در واقع معادلات لازمشه، به اصطلاح مقاومت اضافه داره و در اونجاست که یه سری چیزای بیشتری رو باید به دست بیارید، بهش میگیم در واقع معادلات سازگاری مثلا. خب اینا موضوع درس مقاومت مساله. ما توی استاتیک حد اکثر میتونیم سه تا عکس العمل در مسئله دو بعدی، میتونیم حد اکثر سه تا عکس العمل مجهول داشته باشیم که بتونیم سه تا معادله بنویسیم. خب اگر تعداد مجهولات از این سه تا بیشتر شد، یعنی از تعداد معادلات استاتیکی که میتونیم بنویسیم بیشتر شد، به سازه میگیم از نظر استاتیکی نامعین. نامعین بودن هیچ بد نیست، بلکه اکثر سازه های ما سازه های نامعین استاتیکی هستن. میدونید چرا؟ به این دلیل که شما فرض کنید که این سازه رو اینجا دارین، همین سه تا عکس العمل تکیه‌گاهی اینجا گذاشتین، سه تا هم لازم داشتید. خب من یه نفر میاد اینجا به اصطلاح بالای این وایساده، یه نفر آدم در واقع سازنده بی‌دقت یه طوری ساخته این عکس العمل رو خوب نمیتونه تعامل بکنه، خب سازه بلافاصله اولین اشتباهی که بیفته ایشون به دیار باقی میشه تابه. خب اگر یه سازه‌ای رو در نظر بگیرید، مثل سازه یه مثلا پل باشه، خب اینجا عکس العمل تکیه‌گاهی باشه، اینجا ماشین داره رد میشه، خب ماشین داره اینجا رد میشه، اولین لحظه ای که این تکیه‌گاه مثلا بشکنه به هر دلیلی اینجا خراب بشه، این سازه میفته پایین و این ماشین تبدیل به در واقع یک به اصطلاح فوتی میشه، خب از بین میره. چرا؟ چون این سازه دیگه نمیتونه چیزی غیر از همون تعداد که ما براش تأمین کردیم نداره، خب به اصطلاح میگن مقاومت رزرو نداره که اگر مشکلی پیش اومد خودش رو جمع جور کنه. خب مثلا اینجا اگر من اینجا به اصطلاح یک تکیه‌گاه اضافی میذاشتم، میدونستم که اگر این سازه در اینجا یک مشکل پیش بیاد، باز یه چیزی اینجا هست بتونه بهش کمک بکنه. اگر من میدونم که در واقع قراره که از شمال و جنوب و شرق به مثلا پایگاه من حمله کنن، من بخوام یه سری سرباز اینجا بچینم، خب من یه سری سرباز اینجا گذاشته باشم فقط میتونن اینا با شمالیا بجنگن، یه سری سرباز اینجا گذاشته باشم فقط میتونم با مثلا غربیا بجنگن، یه سری هم گذاشته باشم فقط میتونم با جنوبیا بجنگن. خب حالا فرض میکنیم همین سه جهت هم داریم، خب یه از سربازا ممکنه که خواب بمونن، حالا به هر دلیلی. خب
نتیجه چی میشه؟ خب اینا میانه عظیم هم میاد و سازه شما یا به اصطلاح اون محدوده شما اشغال میشه. شما میتونید چیکار کنید؟ بگید که خب باشه، منم اینا این سه تا سرباز اینجا گذاشتم، یه سری سرباز هم اینجا میذارم، اینا رزرو باشن. خب اینا رزرو باشن، حالا اگه اینا مشکلی براشون پیش اومد اینا بریم اینا حمله بکنن. بنابراین در سازه های واقعی ما همیشه دوست داریم سازه نامعین باشه، اینو بدونید، همیشه دوست داریم سازه نامعین باشه. سازه نامعین سازه یه که مقاومت رزرو داره، سازه معین سازه خطرناکیه، یکی یه جای کار اشتباه کنه، یعنی مثلا همین سازه باشه یکی یه عره بگیره بره یه قطعشو ببره، سازه معین هیچ چیز اضافه ای نداره، میریزه پایین. خب شما میتونید یه سازه با عظمتی داشته باشید، یه قسمتشو برید خراب بکنید، سازه بریزه بیاد پایین. در خاطر ما سازه معین رو دوست نداریم. سازه های متعارف ما در مهندسی عمران هم همه نامعین. منتها چرا پس ما الان سازه های معین رو فقط تو استاتیک یاد میگیریم؟ در اینکه سازه های نامعین هم با استاتیک حل میکنن، یعنی تمام معادلات استاتیکی حتما لازمه اونجا، با یه سری معادله اضافه، دو تا معادله اضافه از چیزهای دیگه میاد وسط. پس ما اینو داریم یاد میگیریم که سازهای نامعین هم بتونیم حل کنیم. اما خود مسائلی که شما تو استاتیک باش سر کار دارید خیلی ساده تر از مسائلی هستن که در دنیای واقعی بعداً باش سر کار دارید. ولی بعداً این رو با اون چیزی که در مقایسه مسائل در تحلیل سازه یاد میگیرید ترکیب میکنید، میشه واقعیت قضیه. خب آیا این به معنی که اگه استاتیک یاد نگرفتیم میتونیم بریم تو تحلیل سازه یاد بگیریم؟ نه، اینجوری نیست. تحلیل سازه تمام فرضش اینه که تمام استاتیک شما تسلط 100% دارید. یعنی ذهنیت رو نداشته باشید. اگر یه چیز رو استاتیک یاد نگرفتید بعدا میرین درس بعدی یاد میگیرین، نه این تشدید میشه، ضعف شما اونجا خیلی بیشتر هم بهش میاد. خب اینجا در این مورد توضیح دادیم، یه درجه هم تعریف میکنیم به اسم درجه نامعینی استاتیکی. میگه تعداد عکس العمل های مجهول هست منهای تعداد معادلات تعادلی که میتونیم بنویسیم. خب من اینجا چند تا معادله تعادل میتونم بنویسم، ببخشید چند تا مجهول دارم، سه تا تو این تکیگاه مجهول دارم، دو تا هم تو این تکیگاه، پنج تا مجهول دارم. چند تا معادله تعادل استاتیکی میتونم برای این مسئله صفحه‌ای بنویسم؟ سه تا، سیگما اف ایکس، سیگما اف وای، سیگما ام، بعد میشه دو درجه نامعین. این چی؟ این دوباره همون سه تا رو داره و اینجا یه دونه مجهول، این میشه یک درجه نامعین. اینو بدونید، فعلا یه تعریف در این حد داشته باشید، ان شاءالله در درس‌های پیشرفته‌تر خیلی از این استفاده خواهید. پس ما فعلا تمرکزمون روی سازه هایی هستش که از نظر استاتیکی معینن، یعنی تعداد معادلات تعادل برای حلشون کافیه و ما میتونیم سازه رو به اصطلاح تحلیل کنیم یا اصطلاحا آنالیزش کنیم. خب فعلا هم اون چیزی که در این فصل از کلاس در واقع باهاش سر کار داریم فقط اینه که عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی رو به دست بیاریم. بعد که میریم تو خرپا توی تیر میبینید که پیشرفته تر از اینم میشیم، یعنی میخواد علاوه بر عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی چیزهای دیگه ای رو هم در واقع به دست بیاریم. این مسئله هم هست، پس دقت به این مسئله داشته باشید. خب میخوایم حالا چند تا مسئله حل بکنیم، یعنی فعلا مبحث در واقع تئوری ما تقریبا به پایان رسید در این بحث اولیه که شما انواع و اقسام تکنیک‌ها رو بشناسید، بدونید که چیکار میخواید باش بکنید. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا میخوایم یه سری مسئله خیلی ساده حل بکنیم. خب و چیزی هم که اینجا داریم در واقع اصلا چیز عجیب غریبی نیست، ولی خب با هم میخوایم حل بکنیم، به همین خاطر یک مقداری بایستی حواستون جمع باشه، چون اینو من دیگه همینجا می نویسم، قرار نیست اینو نوشتش رو بهتون بدم، اگر چیزی لازمه خودتون باید یاد داشت برداشت. یه سازه ای داریم اینجا که در واقع توی این سازه یک میله ای هست، قاعدتا توی این شکل نشون داده شده یه میله ای هست که اینجاست و یک کابلم اینجا توش هست، یه کابل از نقطه بی به نقطه دی وصله، این زوایا رو بهتون داده، طولها رو بهتون داده، یه نیروی 100 کیلو نیوتن هم اینجا وارد شده. میگه عکس العمل تکیه‌گاه بی، عکس العمل تکیه‌گاه، حالا این تکیه‌گاه بی نیست، این تکیه‌گاه سیه، اتفاقا اشتباه نشه،
تکیگاه سی و کشش کابل بی دی رو تعیین کنید. اسم گذاری من برعکس شد. خب پس عکس العمل تکیگاه سی و کشش کابل بی دی رو می‌خوایم تعیین کنیم. اولین کاری که توی این حل مسئله انجام میدین، یکم فونت ما زیادی زخامتش زیاده. خب اولین کاری که تو حل این مسائل انجام میدید همیشه اینه که نقاط مهم مسئله رو اسم گذاری بکنین. که الحمدلله صورت مسئله خودش این کار رو انجام داده. من اسم این نقطه رو میذارم آ، حالا که عریضه خالی نباشه. خب و گام دوم این هستش که انتخاب یک دستگاه مختصات داشته باشیم. خب دستگاه مختصات مبدأش شاید کمتر مهم باشه، من فقط اینجا نشون میدم، میگم این جهت مثبت x و y، این m، خب x و y و m و جهت‌های قرارداد جهت مثبت. اینو انتخاب میکنم، اینجا نشون میدم که در واقع بتونم باش کار بکنم. سومین گامی که انجام میدم اینه که شناسایی و نامگذاری عکس العمل‌های تکیه گاهی که مجهول های مسئله هستن. خب من اینجا نگاه میکنم، میبینم که اینجا یه تکیگاه سی دارم. این تکیگاه از چه نوعیه؟ از نوع مفصلیه. میدونم که هر وقت این علامت اینجا دیدم دوتا نیرو اینجا میتونم فرض کنم. اسم اینو میذارم سی ایکس، مثلا اسم اینو میذارم سی وای. جهت عکس العمل های تکیه گاهی مهم نیست، ولی باید ثابت فرض بشه. یعنی چی؟ یعنی من از سی ایکس رو اینوری گرفتم به حلم، با فرض اینکه سی ایکس به سمت راسته، حلش میکنم یا میبینم ا منفی به دست اومد، میگم آه پس سی ایکس به سمت چپ بوده. نگران نباید بشم آیا سی ایکس الان به سمت راسته یا به سمت چپه. حلش میکنم میبینم کدوم وریه، ولی باید از اول بدونم سی ایکس رو کدوم وری گرفتم. اول باید سی ایکس رو بدونم کدوم وری گرفتم. خب من پس اینجا بگم کابل ها رو همیشه با یک نیروی کششی در امتداد خودشون جایگذاری میکنم. یعنی کابل، ویژگی کابل اینه که هیچ نیروی غیر از نیروی کششی در امتداد خودش نمیتونه تحمل کنه. پس من اینجا یه نیروی کششی میذارم، اسمشو میذارم FBD. خب و اینجا پس چیکار کردم؟ الان فعلا اومدم معلومه ها و مجهول های خودم رو با خودم تکلیفم رو مشخص کردم چند چندم. خب حالا چی میشه؟ گام بعدی چیه؟ ترسیم دیاگرام جسم آزاد. پس صورت سوال نگاه کردم، دیدم معلومه مجهول های من چیا هستن. خب دیاگرام جسم آزاد، حالا من یه جسم اینجا میکشم، سعی میکنم تقریبا همزاویه این باشه، یه نیروی 100 کیلو نیوتن اینجا داره وارد میشه، یه نیروی سی ایکس داره وارد میشه، یه نیروی سی وای داره وارد میشه، یه نیروی FBD هم اینجا داره وارد میشه. این فاصله از اینجا تا اینجا، این فاصله ها مهمه. اینجا تا اینجا 100 میلیمتره، اینجا تا اینجا هم 250 میلیمتره. دیگه چی دارم؟ این زاویه 55 درجه است. درست شد؟ این زاویه اینجا 55 درجه هستش. خب اگه این زاویه 55 درجه باشه، این زاویه هم 55 درجه باشه، جمع این دوتا زاویه میشه 110 درجه. پس این زاویه میشه 70 درجه. این زاویه 90 درجه است. این زاویه میشه چقدر در واقع؟ این زاویه میشه درجه. این زاویه میشه 20 درجه. پس من الان تونستم زوایای جسم همه چیز رو شناسایی بکنم. این الان میشه در واقع دیاگرام جسم آزاد من. من برای اینکه جسم حالا با یه رنگ دیگه نشون بدم، شاید بعد نمشه اینو مشکی بکشم.
چه اسم ماست این نیروهایی که بهش وارد شده؟ دوستان جسم ماست و نیروهایی که بهش وارد شده. تا اینجا سوالی هست؟ پس الان من یه جسمی دارم، این در تعادل استاتیکیه و میخوام ببینم که آیا در واقع عکس العمل های تکیگاهی اینو میتونم تعیین بکنم یا نه. گام پنجم ما اینه که چی شد؟ شمارش معادلات و مجهولات و تعیین اینکه آیا ساز معین و پایدار هست یا نه. دقت بکنید یه نکته اینجا بهتون گفته باشم. نکته اگر n کوچکتر از 0 به دست بیاد درجه نامعینی استاتیکی، حتما سازه ناپایدار. n مساوی 0 به دست بیاد بهش میگیم اصطلاحا سازه معین است ولی ممکن است ناپایدار باشه. اگر n بزرگتر از 0 باشه سازه نامعین است ولی ممکن است ناپایدار هم باشه. فعلا اینو بدونید، اگر n کوچکتر از 0 بود حتما سازه یه جایی کارش میلنگه. ببینید من مثلا میگم که این سازه رو اینجا در نظر میگیرم، این سازه رو اینجا رو میگیرم، یک تکیگاه میذارم که مثلا به این صورت هست و اینجا هم یک تکیگاهی میذارم که به این صورت هست. حالا برای سازه ساده دو بعدی الان فعلا درگیر نکنیم ذهنتون رو، بهتون میگم یکم بریم جلوتر یکم سازه با پیشرفته تر باشه، من بهتون نشون بدم که چجوری ممکنه سازه معین باشه ولی ناپایدار باشه. خب چجوری ممکنه سازه معین باشه ولی ناپایدار باشه. مثال براتون بزنم، فعلا میتونم اینو مثال بزنم، یه سازه رو در نظر بگیرید این شکلی بشه، سه تا غلطک داشته باشه. خب n میشه تعداد مجهولات منهای تعداد معادلات. خب چند تا مجهول دارم؟ یه مجهول اینجا دارم، یه مجهول اینجا دارم، یه مجهول اینجا، سه. تعداد معادلات هم که میتونم بنویسم سه، سه منهای سه میشه صفر. پس n شد صفر. به نظر میاد سازه نامعین نیست، ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که هر کسی رو نگاه کنم اینه که این سازه در جهت x هیچ کس جلوی حرکت اینو نمیتونه بگیره. پس n میتونه چی باشه؟ n میتونه صفر باشه ولی سازه ناپایدار باشه. همین سه تا غلطک رو بکنم چهار تا غلطک. n میتونه بشه 4 منهای 3 میتونه بشه 1. 4 تا غلطک نه هزار تا غلطک. n میتونه هر چقدر که میخواد بزرگ بشه ولی سازه باز ناپایدار باشه. پس اگر n کوچکتر از 0 شد، خب اگر n یعنی تعداد مجهولات منهای تعداد معادلات کوچکتر از 0 شد حتما سازه ناپایداره. چرا؟ چون به اندازه کافی به اصطلاح درش نیرو وجود نداره که بتونه تعادل رو برقرار کنه. ولی اگر n بزرگتر از 0 شد به این معنی نیستش که در واقع سازه پایداره، خب چون ممکنه نیروهاش به طرز نادرستی توزیع شده باشن. مثل همین، یعنی الان این سازه من اومدم یه خیلی اینجا در واقع نیرو گذاشتم ولی کار حل نشده. مثل چی میمونه؟ مثل مثلا خیلی از سازمان‌های اداری ما میمونه در کشور. خب شما اینه که آیا این کار سازمان نیرو کم داره؟ میگه نه، نیرو الا ماشاءالله زیاد داره، ولی یه نفر که بتونه این کار انجام بده توش نیست، یه نفر که اون کار بتونه انجام بده توش نیست، باید عملا میشه سازه یک سازمان بیخاصیت میشه. توجه میکنی؟ یک سازمان بیخاصیت میشه. من ممکنه که 10,000 تا شرکت داشته باشم، همه بیان مثلا چرخ پراید تولید کنن، خب ولی یه شرکت نداشته باشم که بتونه ترمز مثلا اینو تولید بکنه. خب من میگم که این 10,000 تا رو شما میکردی 5,000 تا، 5,000 تا رو میذاشتی روی یه چیز دیگه کار کنن. پس دقت بکنید، درجه نامعینی رو من میتونم استفاده کنم فقط برای تشخیص اینکه سازه پایدار هست یا ناپایدار. اینو بخواد بدونید. خب من اینو حساب میکنم، تعداد مجهولات n مساوی است با
تعداد مجهولات منهای تعداد معادلات. تعداد مجهولات یه سی ایکس دارم، دقت بکنید، یه سی ایکس دارم، یه سی وای دارم و یه اف بی دی دارم، میشه 3. تنهای تعداد معادلات هم 3 میشه 0. اگر اینجا n بزرگتر از 0 به دست می اومد و ظاهر سازم این بود که سازه یک سازه ناپایدار نیست، من میگفتم خیلی ممنون، من این سازه رو بررسی کردم، نشون دادم ناپایدار نیست، ولی من سواد من در استاتیک نمیرسه که این سوال حل بکنم. خب حالا الان تشخیصش خیلی راحته، میشه سوالی یه ذره پیچیده‌تر باشه، تشخیص این مسئله که اینو باید حساب کنید سخت باشه. ما در دانشگاه تهران بودیم، یه دفعه یکی از استادا امتحان پایان ترم استاتیک یه سوال داده بود، سازه نامعین بود، بعد دانشجو هی حل کردن، هی حل کردن، هی حل کردن، دیگه نمیتونن حلش بکنن چون اولش به چشمشون نیومد و سازه نامعینه. و خب به هر حال بعضی مدتی مثلا دیدن یکی از دانشجو خیلی زود پاشد و معلوم بود که تشخیص داده سازه نامعین هست، نمره خیلی خوبی هم گرفت، ولی خب بقیه این وضعیت نداشت. خب پس ما فعلا میتونیم بگیم که سازه معینه، پس ما در استاتیک میتونیم اون رو حل کنیم. از نظر پایداری چی؟ من میگم که در راستای x بخوام اینا حرکتش بدم، به نظرم میاد که یه نیروی عکس العمل اینجا هست. در راستای y بخوام حرکتش بدم، به نظر میاد حداقل یه نیروی اینجا باشه. اگه بخوام حول هر نقطه دوران بدم، یه نیروی حداقل اینجا وجود داره که جلوی دورانش رو بگیره. خب معادلات سه تاست دیگه. معادلات سه تا چیه؟ سیگما f x مساوی 0، سیگما f y مساوی 0 و سیگما m حول محور z مساوی 0. این در واقع کوپل حول محور زد صفره، حول هر نقطه هم بگیرید جوابش فرقی نباید بکنه، حول هر نقطه باید صفر شه. خب پس معادلات رو نوشتیم و میتونیم در واقع چیز مجهولات رو تشخیص دادیم، میتونیم حل بکنیم. گام ششم میشه در واقع نوشتن معادلات تعادل بر اساس دیاگرام جسم آزاد. خب من دیاگرام جسم آزادم رو نگاه میکنم، این بالاست، میخوام معادلات تعادلش رو بنویسم. جهت مثبت هم همیشه این بغل نشون میدم. خب اگه اینو نشون ندم بعدا به خصوص در مورد لنگر ممکنه یه بار گیج بشم. خب معادلات تعادل رو مینویسم، مینویسم زیگمای اف ایکس مساوی 0. سیگمای اف ایکس رو می نویسم مساوی 0. در راستای ایکس چه نیروهایی داریم؟ یه سی ایکس داریم، یه اف بی دی داریم، یه مؤلفه در راستای ایکس داریم. باید این مؤلفه رو حساب کنم که چقدره. خب برای اینکه مؤلفه رو حساب بکنم، حالا یه شکل مثلا رنگ آبی نشون میدم. خب یه خط اینجا بگیرم، این زاویه اگه 20 درجه باشه، این زاویه هم میشه 20 درجه، پس این زاویه میشه چند درجه؟ میشه 35 درجه. درست شد؟ کسی هست متوجه نشده شه این 35 از کجا آوردم؟ خب زاویه اف بی دی با میله بود 55 درجه. میله خودش با راستای افق زاویه 20 درجه داره. بنابراین اون زاویه‌ای که با آبی نشون دادم میشه 35 درجه. خب در راستای ایکس میخوام بنویسم. یه سی ایکس دارم در راستای ایکس، دیگه چی دارم غیر از سی ایکس؟ یه اف بی دی دارم در جهت معکوس ایکس با زاویه 35 درجه، میشه منهای اف بی دی کوسینوس 35 درجه مساوی با 0. این شد معادل تعادل در راستای ایکس. در راستای وای میخوام بنویسم، مینویسم سیگمای اف وای مساوی 0. در راستای وای چی دارم؟ یه سی وای دارم به سمت بالای. ببینید اینجا با این خاطر میگم این مثبت‌ها رو حواسمون باشه، به سمت بالای پس مثبت میگیرم. یه 100 کیلو نیوتن دارم به سمت پایینه که این نیروی وزن حالا اون چیز است. یه اف بی دی دارم و این سینوس 35 درجه مساوی 0. حالا متوجه شدن چیکار کردیم؟ با منهای اف بی دی سینوس 35 درجه مساوی 0. خب حالا این معادله زیگمای ام حول محور زد میخوام بنویسم مساوی 0. حول هر نقطه دلخواه میشه نوشت اینو.
چرا؟ چون می توانیم لنگر بگیریم. چرا هول هر نقطه دلخواه میتونی بگیرید؟ چون یک کوپ رو دارید حساب میکنید، کوپ هم یک بردار آزاده، برای هول هر نقطه میگیرید نباید جوابش فرق بکنه. من میام یه نقطه رو انتخاب میکنم که بهتر است که هول نقطه بگیریم که بیشترین مجهول از اون نقطه میگذرن. چرا؟ چون مجهولا هول نقطه‌ای که میخواید هولش لنگر بگیرید لنگر ندارن. الان تو این شکل هول کدوم نقطه لنگر بگیرم بهتره؟ یالا بزنید یه رنگ. یه نقطه A دارم اینجاست، یه نقطه C دارم اینجاست، یه نقطه B دارم اینجاست. حالا یه نقطه دلخواهی مثل او هم میتونه اینجا باشه. حالا کدوم نقطه لنگر بگیرم؟ حول نقطه C بهتر لنگر بگیرم. چرا؟ چون وقتی حول C لنگر میگیرم CX و CY که مجهولن بازوی لنگر ندارن، پس تو معادله وارد نمیشن. بعد مستقیم میتونم اون وقت FBD رو احتمالا به دست بیارم. میتونستم حول هر نقطه دلخواهی بگیرم، هیچ فرقی نمیکرد. فقط دستگاه ما یکمی بعدا باش کار کردن سخت‌تر میشه. خب همینم اینجا میگم حول نقطه C لنگر میگیریم. حول نقطه C اگر لنگر بگیریم، لنگر بگیرم حول نقطه C، اول از این 100 کیلو نیوتن شروع میکنم. حالا بزنیم با یه رنگ دیگه نشون بدم. از این 100 کیلو نیوتن شروع میکنم. خب لنگرش میشه چقدر؟ علامت مثبت لنگر یادم باشه، اینجا برای یادآوری دوباره مینویسم، علامت لنگر من اینه، میشه لنگر نیروی 100 کیلو نیوتن حول نقطه C مثبت یا منفیه؟ علامتش رو نمیذارم تا شما بگیم. لنگرش مثبت، احسن. چرا؟ چون جهت مثبت اینجوریه، اینم همینجوری داره دوران میده نقطه سیو. خب این فاصله هستش، بذار یه شکل بزرگتر اینجا بکشم شاید ضرر نداشته باشه، یکم شلوغ شد اونجا. این نقطه C X، این نقطه C Y، این نیروی 100 کیلو نیوتن اینجاست، اینم F B D که این زاویه 35 درجه است، این زاویه 20 درجه است. این فاصله هست 100 میلیمتر، اینجا هست 250 میلیمتر. شکلتون رو بزرگ بکشین ضرر نمی‌کنه. خب درست شد؟ این شد در واقع مجموعه نیروهایی که من دارم. خب حول نقطه C دارم لنگر میگیرم. میدونم که لنگر میتونم حالا به فرم برداری بنویسم، میتونم بنویسم لنگر ضرب در فاصله عمودش. فاصله عمودش میشه انقدر، این زاویه اگه 20 درجه باشه میشه 100 تا کوسینوس 20 درجه، میشه 100 ضرب در 100 تا کوسینوس 20 درجه، همونطوری که دوستتونم گفتن با علامت مثبت. خب دیگه چه نیرویی داریم حول نقطه C لنگر داشته باشه؟ این نیروی FBD رو داریم. FBD رو داریم. حالا میتونم به روش هندسی اینو بکشم، میتونم یه کار دیگه هم انجام بدم. میتونم بگم که FBD در واقع دو تا مؤلفه داره. یه مؤلفه داره در راستای میله، یه مؤلفه داره عمود بر میله. خب یه مؤلفه داره در راستای میله، یه مؤلفه داره عمود بر میله. اون مؤلفه که در راستای میله هست، خب FBD که در راستای میله هستش، لنگرش حول نقطه C چقدره؟ احسن، این میشه FBD سینوس 55 درجه. اونی که در راستای اونی که در راستای میله هست لنگرش حول نقطه C صفره. چرا؟ چون امتدادش از نقطه C میگذره. حالا شاید من این زاویه رو یک کمی کوچیک‌تر میکشیدم، از نظر چشمی بهتر بود. اجازه بدین. فرض کنید این FBD باشه.
این زاویه هم حالا مثلا 55 درجه باشه. خب من این FBD لنگرش رو میخوام حالا نقطه C حساب کنم، میام تجزیهش میکنم، میگم یه مؤلفه داره در امتداد میله، یه مؤلفه داره عمود بر میله. خب این میشه FBD سینوس 55 درجه، این میشه FBD کوسینوس 55 درجه. خب FBD کوسینوس 55 درجه، من میدونم FBD کوسینوس 55 درجه لنگری حول نقطه C داره نداره، پس این میشه FBD سینوس 55 درجه رو باید بنویسم. خب و می نویسم اینجا چی؟ لنگرش حول نقطه C مثبت یا منفیه؟ منفی هستش. چرا؟ چون اینه داره اینوری میچرخونه. جهت مثبت من چجوریه؟ اینوریه، در دو جهت عکس هم. خب میشه منهای اف بی دی سینوس 55 درجه ضرب در چه بازوی لنگری؟ ضرب در 250 میلی متر. خب پس این ضرب در این بازوی لنگر عمود خودش. چرا من هی پاک کنم امروز استفاده میکنم؟ نمیدونم چرا. خب منهای اف بی دی سینوس 55 ضرب در 250، این میشه در واقع مساوی با صفر. در مورد اون 100 کیلو نیوتن هم دقیقا همین کار رو میتونستیم بکنیم، حالا من استفاده نکردم از این کار، ولی در مورد 100 کیلو نیوتن هم دقیقا هم میتونستم 100 کیلو نیوتن رو تجزیه بکنم، بگم یه مؤلفه عمود بر میله داره، یه مؤلفه در راستای میله داره، این زاویه 20 باشه، این میشه 70 درجه. من میتونستم بگم که 100 ضرب در به اصطلاح سینوس 70 درجه، درسته؟ ضرب در 100، 100 ضرب سینوس 70 درجه که با کوسینوس 20 درجه هم مساویه، فرقی نمیکنه. پس در مورد اونم میتونستم این کارو بکنم، حالا استفاده نکردم. خب این معادله رو اگه من بنویسم، یعنی میبینم که سه تا معادله دارم و سه تا مجهول. سه تا معادله من چی هستن؟ معادله اول من هست CX منهای FBD کوسینوس 35 درجه مساوی با صفر، که همه زیگمای FX مساوی صفره، زیگمای FY مساوی صفر رو نوشتم، شو CY منهای 100 منهای FBD سینوس 35 درجه مساوی صفر، و یه زیگمای M حول نقطه C مساوی صفر رو نوشتم، شد مثلا طرف این رو با یه 100 تقسیم بکنم، میشه 100 تا کوسینوس 20 درجه منهای 2.5 تا اف بی دی سینوس 55 درجه مساوی صفر. مجهولای ما چیا هستن؟ سی ایکس و سی وای و اف بی دی هستن. پس سه تا معادله دارم، سه تا مجهول. خب خیلی مثلا میخوایم ریاضی به قضیه نگاه کنیم، یک دستگاه است معادله است مجهوله، ولی خوشبختانه معادلات ما اینطوریه که یکی یکی میشه حلش کرد. اول این یکی رو حل میکنم، اول این یکی رو حل میکنم و از توی این خیلی راحت میتونم FBD رو به دست بیارم. FBD به دست میاد 45.9 کیلو نیوتن. FBD رو میتونم بذارم توی معادله مثلا اول، اینو به دست بیارم. خب اینجا نتیجه میگیرم که میذارم تو معادله دو و CAX رو به دست بیارم که اگه این کار رو انجام بدین میشه 38 کیلو نیوتن. میتونم همون FBD رو که اینجا به دست آوردم تو معادله سه بذارم و CY رو به دست بیارم که اگه این حساب بکنید CY میشه 122 کیلو نیوتن. 122 کیلو نیوتن، درست شد؟ پس الان من این سازه رو حل کردم و در واقع عکس العمل های تکیگاهیش رو به دست آوردم. خب یه نکته خیلی مهم اینه که الان CX من میدونم به سمت چیه؟ به سمت راسته. خب یعنی این CX من واقعا الان اگه حلش بکنم میدونم اینجا یک نیروی 38 کیلو نیوتن داره به میله من وارد میشه. خب یا سی وای به دست آوردم اینجا 38 کیلو نیوتن.
یا سی وای به دست آوردم چقدر؟ 122 کیلو نیوتن، همون به سمت بالا مثبت به دست اومد. یعنی می‌دونم که یه 122 کیلو نیوتن هم اینجا داره وارد میشه. خب؟ نیروی اف بی دی هم به دست آوردم 45.9 کیلو نیوتن. این شد نیروهای داخلی. نیروها رو برای چی میخوام بدونم؟ برای اینکه بعداً میخوام یه چیزی اونجا بذارم این نیرو رو بتونه تحمل کنه، خراب نشه، که بتونه این سازه سر پا وایسه. خب یه نفر ممکنه سوال کنه که اگر حول نقطه سی لنگر نمی گرفتیم، مثلا حول فرض کنیم حول بی لنگر می گرفتیم، خب من این شکل رو نگاه میکنم، این شکل دوباره میکشم، اشکال نداره. یه سی ایکس داریم، یه سی وای داریم، حالا یه اف بی دی داریم که اینجاست، یه 100 کیلو نیوتن اینجا داریم. اگر حول نقطه بی لنگر میگرفتیم آیا فرقی ایجاد میشد در مسئله؟ حقیقت مطلب اینه که انتظار ما اینه که هیچ فرقی ایجاد نشه. خب من میدونم که این زاویه 20 درجه است، این فاصله هم هستش 250، خب این فاصله هم هستش 100 میلیمتر. خب من میتونم چجوری بنویسم؟ اگر میخواستم حول بی لنگر بگیرم، مثلا میشه دوباره علامت مثبت لنگر رو قرار میدم، سیگمای ام حول نقطه بی مساوی است با منفی سی ایکس ضرب در 250. ببینید این فاصله میشه دیگه، این بازوی لنگرش میشه 250 تا سینوس 20 درجه. من های سی وای ضرب در 250 تا کوسینوس 20 درجه. چرا؟ چون الان سی ایکس بازوی لنگرش میشه این، میشه 250 تا سینوس 20 درجه. سی وای بازوی لنگرش میشه انقدر، 250 تا کوسینوس 20 درجه میشه، 250 تا کوسینوس 20 درجه، درست شد؟ منهای سی وای ضرب در 250 تا کوسینوس 20 درجه. دیگه چه بازوی لنگری داریم یا چه نیروی داریم؟ اون نیروی 100 کیلو نیوتن هست، که 100 کیلو نیوتن هم من راحت میتونم بنویسم همینجا این بازوی لنگرش رو بنویسم، بنویسم به علاوه 100 تا 350 تا کوسینوس 20 درجه مساوی با 0. خب اگر این معادله رو بنویسیم هیچ فرقی ایجاد نمیشه، یعنی میشه منفی 250 تا سینوس 20 درجه ضرب در سی ایکس منهای 250 تا کوسینوس 20 درجه ضرب در سی وای به علاوه 100 ضرب در 350 تا کوسینوس 20 درجه مساوی 0. به جای اون معادله که اونجا نوشتیم، ببینید فقط این هنر که حول اون نقطه که مشهولای بیشتری داره بنویسیم که حول نقطه سی باشه، باعث شد معادلات ما ساده تر باشه. وگرنه به جای معادله شماره یکی که اینجا داشتیم که این معادله هست، میتونستم این معادله رو داشته باشم، بازم همون سه معادله سه مجهوله و جوابش یکیه، فرقی نمی کنه. خب پس الان یه سوال ساده رو بررسی کردیم، دیدیم که چجوری عکس‌العمل تکیه‌گاهی شو میشه به دست آورد. سوال تا اینجا هر متوجه شدن چیکار کردیم؟ کسی سوالی نداره؟ الان همه متوجه شدن؟ خب اگر همه متوجه شدن یه استراحت یه کمی کوتاه‌تر از حالت متعارف بکنیم، نورو برگردیم. خب نورو برگردیم که ما بقیه کلاسو داشته باشیم. فعلا خسته نباشید.
بسیار. چون قسمت اول کلاس حالا یه مثال ساده هم حل کردیم در مورد در واقع مفهوم معادلات تعادل نوشتنش برای اجسام سرب، چند تا نکته ضمنی اینجا براتون نوشتیم. اولا که هر وقت کابل دیدید سعی کنید کابل رو از هر جا که میتونید بردارید، به جاش نیروهای معادلش رو بذارید. یعنی چی؟ یعنی من مثلا یه سازه میبینم مثل این، حالا مثلا من یه همون سازه عجیب غریب میبینم، اینه که به شما میگن که یه کابل از اینجا اومده اینجا مثلا رفته بالا، همین کابل رو اصلا از این ور آوردن اینجا. اولین کاری که همیشه میکنید این هست که این کابل رو برش دارید. اصلا فرض کنید کابل نبوده، از اول یه نیروی کشش اینجا بوده. یه نیروی کششی در اینجا بوده. اما یه نکته جالبتر در مورد کابلا هست وقتی به غرغره بستن. اگر در واقع یه کابلی باشه که از یه غرغره بگذره، این غرغره رو ما بدون اصطکاک فرض کنیم، یعنی غرغره ایدئال باشه به اصطلاح، که معمولا غرغره های ما همینطور هستن، یعنی جرم ندارن، ببخشید اصطکاک ندارن. وقتی که یه کابلی باشه از دو طرف یک غرغره بدون اصطکاک بگذره، حالا صرف نظر از اینکه این زاویه‌اش چقدر باشه، اگر من حول نقطه او لنگر بگیرم، بهم میگن این سیستم در تعادل استاتیکیه دیگه، یعنی اینجا وایساده. خب من میگم یه نیروی F1 در کابل به این سمت بوده، حالا این ور F2 یه نیروی F1 در این کابل به این سمت بوده. اگر من بیام در این نقطه نسبت به نقطه او لنگر بگیرم، این لنگرش میشه R، F1 ضرب در R لنگر این وری است، لنگر این یکی هم میشه چی؟ اینم R دیگه، دوباره شعاعش میشه F2 ضرب در R. خب M1 M2 میشه F2 ضرب در R. تعادل استاتیکی غرغره ایجاب میکنه که این دوتا همدیگر رو خونسا کنن. پس اگر یک غرغره در تعادل استاتیکی باشه، F1 همیشه مساوی با F2. اگر یک غرغره در تعادل استاتیکی باشه، همیشه F1 با F2 مساویه. من اینکه بگن استکاک داریم که حالا تو مسائل متعارف کمتر ما غرغره استکاکش رو در نظر میگیم، پس مهم نیست، من ممکنه یک کابل من اینوری باشه، یک کابل من اینوری باشه. خب ممکنه که دوتا کابلی که مثلا غرغره از این آویزونه، ممکنه دوتا کابلی که دارم از دو طرف آویزون باشه، یا میتونه حالا با هر زاویه‌ای باشه. در هر صورت تعادل استاتیکی این غرغره ایجاب میکنه که این همین F همین F هم باشه. دقت کردین؟ این خیلی مهمه ها. حالا شاید تو فیزیک دبیرستان یا فیزیک یکم توی دانشگاه با این قضیه سر و کار داشتین، ولی هر وقت غرغره دیدین، غرغره بدون استکاک، نیروی دو طرفه غرغره با هم مساوی هستش. برای یک کابل که از دو طرف یک غرغره میگذره، نیرو همیشه مساویه. بعدا میبینید تو درس دینامیک که حتی تو دینامیک هم اگر از جرم غرغره صرف نظر بکنیم، تو حالت دینامیکی هم حتی این قضیه برقراره، یعنی همیشه این نیرو و این نیرو با هم مساویه. من اینکه غرغره جرم داشته باشه، حالا توی دینامیک اونجا بالاخره به روش دیگه ای باش برخورد میشه. خب سوال نیست. بنابراین همیشه اگر غرغره دارین، این یک در واقع همون تیه، اینم تیه، این هم همیشه میشه دو تی به خاطر تعادل در راستای قائم، در واقع نیروی کششی دو تی بشه وارد میشه. خب حالا میخوام یه مثال ساده حل کنیم با استفاده از همین چیزی که الان در موردش صحبت کردیم. یک جسم ظاهرا صلبی داریم، شکل ال. خب این در یک نقطه مثل اینجا، این یک تکیه‌گاه مفصلی وصل شده، این طرف یه غرغره است، یه کابل اینوری وصله، یه کابل اونوری. اینجا زیر این اله یه نیروی 100 کیلو نیوتون داره وارد میشه، این طرف به سمت چپ این در واقع اله داره یه نیروی 50 کیلو نیوتون وارد میشه. خب میخوام این سازه رو حل کنم و ببینم که کشش این کابل چقدره. میدونم یک کابل که از دو طرف غرغره میگذره، بنابراین نیروش باید یک عدد باشه، و میخوام اندازه عکس العمل تکیه گاهی رو به دست بیارم. خب
حلش گام هاش زیاد فرق خاصی با مسئله قبلی نداره. گام اول نامگذاری. خب من میبینم کلم داره یه نقطه سی رو خودش اسم گذاشته، من اسم این نقطه رو مثلا میذارم A، این نقطه رو B میذارم، اونم میذارم D. خب گام دوم دستگاه مختصاته. حالا گفتیم مبدا زیاد برای ما معمولا مهم نیست، همین اینجوری نشون میدیم قرار داده جهتمون اینجوریه. خب گام سوم نامگذاری و تشخیص عکس العمل هاست. خب من میام اول میگم که آقا این غرغره هر چیزی که هست برای من اهمیتی نداره. من میگم یه غرغره، اسم نیروی این کابل رو من میذارم تی، همین تی این ورم داره وارد میشه، تی یه مجهوله برای ما دیگه، عملا این غرغره انگار وجود نداره. همین که این نیروی تی در این ور و اون ور با هم مساویه برای ما این کفایت میکنه که بگم این غرغره رو در نظر گرفتم. خب در نقطه سی چه عکس العملی داریم؟ یه نفر بگه. یه سی در راستای ایکس داریم که من فعلا در این جهت فرضش میکنم اینا مجهولای ما هستن، سی ایکس، یه سی وایه. خب یه سی ایکس دارم، یه سی وایه دارم، این دوتا هم میشه مجهولای در واقع متناظر با نقطه سی. خب گام چهارم ما در واقع ترسیم دیاگرام جسم آزاد. دیاگرام جسم آزاد حالا من یه سعی میکنم تقریبا یه چیزی بکشم اینجا که همون مفهوم برسونه. اینجا یه سی وای دارم، اینجا یه سی ایکس دارم، اینجا یه 100 کیلو نیوتن دارم، اینجا یه تی دارم، اینجا یه تی دارم، اینجا 50 کیلو نیوتن دارم. خب پس دیاگرام جسم آزاد میکشم. گام پنجم چیه؟ بررسی معینی و پایداری سازه است. خب من اول نگاه میکنم ببینم در راستای X اگر نیروی وارد بشه عکس العمل به اندازه کافی دارم، در راستای Y هم عکس العمل دارم. اگر بخوام جلوی دوران این سیستم رو بگیرم، مجموعه T و CX و CY جلوی دوران اینم میتونم بگیرم، بنابراین به نظر میاد سازه پایدار باشه. از آن معینی و نامعینی N مساوی است با 3 منهای 3 مساوی 0، معینه و قابل حل. گام بعدی نوشتن معادلات تعادله. خب من همیشه میخوام معادلات تعادل هم بنویسم، دوباره عکس العمل جهت های مثبت هم این بغل نشون میدم، شروع میکنم نوشتن سیگما اف ایکس مساوی با صفر. اجا نتیجه میگه که سی ایکس به علاوه تی من های پنجا مساوی صفر. درست شون؟ سی ایکس به علاوه پنجا به علاوه تی من های پنجا مساوی صفر. سیگما اف وای مساوی صفر. انجا نتیجه میگیریم که سی وای به علاوه تی من های 100 مساوی 0. خب زیگمای ام میخوام بگیرم، حول محور زد مساوی 0. حول کدوم نقطه بگیرم بهتر به نظر میاد؟ حول کدوم نقطه لنگر بگیرم بهتر از بقیه؟ حول نقطه سی، چون مجهولای ما بیشتر از اون نقطه میگذرم. حول نقطه سی میخوام لنگر بگیرم. تی در واقع منهای 100، این فاصله هم هست 1.6 متر، این فاصله هست 1.2 متر. لنگر این تی حول نقطه سی چیه، مثبت یا منفیه؟ لنگر تی حول نقطه سی مثبت یا منفی؟ این نقطه تی که اینجا دارم، این نیروی تی مثبته. میشه حالا تی منهای 100 ضرب در 1.6 متر منهای
تی ام ان های 50 ضرب در 1.2 مساوی 0. ببینید من های تی ام ان های 50، تی ام ان های 50 مثل یعنی روی اینجا ضرب در 1.2، لنگرش هم منفیه با توجه به قاعده دست راست. خب اگه اینو حسابش بکنم، در واقع این میبینید که سه معادله سه مجهول ما اینجاست. خوبیه این معادله اینه که مستقیم از توش تی میتونه به دست بیاد. تی مساوی میشه با در واقع 250 کیلو نیوتن. اینو حلش بکنید خیلی ساده، تی به دست میاد 250 کیلو نیوتن. وقتی که تی به دست اومد 250 کیلو نیوتن، میتونید بذارید تو معادله اول، میتونید بذارید تو معادله اول سی ایکس رو میتونید به دست بیارید که بنویسید خیلی ساده سی ایکس رو میتونید به دست بیارید در واقع منفی 50، ببخشید 50 منهای تی میشه منفی 200 کیلونیوتن. خب یعنی چی منفی 200 کیلونیوتن؟ یعنی سی ایکسی که من اینجا به دست آوردم جهتش معکوس اون چیزی هستش که من فرض کردم، درسته؟ خب جهتش معکوس اون چیزیه که من فرض کردم، بنابراین عکس العمل تکیه‌گاهی من میدونم که بعدم به سمت چپ قراره بشه. معادله دو رو استفاده میکنم، سی وای مساوی است با 100 منهای تی میشه منفی 150. پس چی شد؟ الان من این سازه رو بخوام اینجا بکشم، میدونم که عکس العملی که اینجا وارد میشه یه دونه 200 کیلو نیوتن به این ور وارد میشه، یه دونه 150 کیلو نیوتن به این ور وارد میشه، نیروی تی هم 250. خب اینجاست. اگر یکی از من خواست که بگو که پس عکس العملی از نقطه بی چیه، من میام برای بی دیاگرام جسم آزاد جدا ترسیم میکنم. خب این نقطه بی، خب اینجا در واقع پین داره، وقتی که پین داره، خب وقتی که اسمش بی بود، اسمش آره بی، وقتی که پین داره یه دونه بی ایکس میگیرم اینجا، یه بی وای میگیرم اینجا. خب اینجا یه تی داره وارد میشه، اینجا هم یه تی داره وارد میشه، دو تا تی که اینجا وارد میشن چقدر؟ هر کدومش 250 کیلو نیوتن اینجا داره وارد میشه. خب اگر خواستم عکس العمل اینجا رو به دست بیارم، می‌نویسم سیگما اف ایکس مساوی 0، اینجا به دست میاد که بی ایکس میشه منفی 250 کیلو نیوتن، سیگما اف وای مساوی 0، اینجا بی وای هم میشه منفی 250 کیلو نیوتن. پس در واقع میدونم که در نقطه B دو تا نیرو دارم، یه نیروی 250 کیلونیوتن اینوری وارد میشه، یه نیروی 250 کیلونیوتن هم اینوری داره به نقطه B وارد میشه در نقطه تکیه‌گاه. اگر نقطه B رو خواستم حل بکنم، معمولا اگر خواستید این کارو بکنید همیشه اجزا رو از هم جدا کنید بهتره، همونطور که الان این کارو ما انجام دادیم. خب همه متوجه شدن چیکار کردیم تو این سوال؟ کسی سوالی نداره؟ خب یه سوال یکم پیشرفته تر حالا میخوایم ببینیم. یه سازه ای داریم، دو تا میله هستن، یه میله ال شکله، یه میله مستقیمه، این دو تا توی یه نقطه ای به هم دیگه پین شدن، به اصطلاح در یه نقطه اون وسط به هم پین شدن، یه قرقره به سر یکیشون وصله، یه کابل از این یکی رفته به اون یکی. خب به در گام اول شاید سازه خیلی پیچیده به نظر برسه، ولی یه اصلی وجود داره. هر وقت دیدید که دو تا جسم هستن به هم مفصل شدن به هر دلیلی، سعی بکنید که اینا رو از هم جدا بکنید، یعنی باید جدا بکنید و نیروهایی که بین اینا رد و بدل میشه رو بنویسید. من اول از همه شروع میکنم و سازه رو از نظر کلی بررسی میکنم. خب اولین کاری که انجام میدم این هستش که چیکار میکنم؟ نامگذاری. خب نامگذاری، اسم اینو میذارم A، اسم اینو میذارم B، اسم اینو میذارم مثلا C، اسم اینو میذارم D، اسم اینو میذارم E، اسم اینو میذارم مثلا G. خب اسم اینو میذارم G.
دو دستگاه مختصات، حالا دستگاه مختصات هم اینجوری میگیرم. سه، جدا کردن جسم. خب به قسمت های مجزا است. هر وقت گفتیم دو تا قطعه داریم، دو تا جسم داریم از اجزای مختلف تشکیل شده و مهم اینه که نیروهای رد و بدل شده بین دو جسم رو می نویسیم و اعمال. حالا بعد بذاریم من اینو بذارم گام چهار. سه، تعیین و نامگذاری عکس العمل های تکیه گاهیه. خب من اسم اینو میذارم مثلا AX، اسم اینو میذارم AY، اسم اینو میذارم EX، اسم اینم میذارم EY. و اعمال نیروها بین دو جسم می نویسیم. خب این در واقع از چهار جسم تشکیل میشه. یکی جسم EGC، یکی جسم ABD، یعنی یه میله AGC میله L شکله، یه میله ABD، یکی غرغره است و یکی هم وزنه 5 کیلو نیوتن. خب وزنه 5 کیلو نیوتن من قرار شد که هر وقت کابل دیدم کابلا رو بردارم، برای نگران اون وزنه نیستم. شروع میکنم اجسامو کشیدن. یه جسم یک اول در واقع میله رو میکشم. A B D. خب تا اینجا که نکته خاصی نداشتیم، A و B و D. یه نقطه، یه نیروی AX اینجا قراره وارد بشه. دیاگرام جسم آزاده، سه تا جسم رو میخوام بکشم. AY هم اینجا داره وارد میشه. در نقطه D چی؟ در نقطه D این با غرغره با پین وصله. حالا من میتونم اسم اینو مثلا یه نیروی DY بذارم، اینم بذارم DX، نمیدونم چیه. در نقطه ای که دو تا جسم به هم وصل هستن چیکار میکنم؟ در نقطه ای که دو تا جسم به هم وصل هستن، یه حالا اینم در واقع همین نوع دیه وایه، اینم دیه ایکسه. خب در نقطه ای که دوتا جسم به هم وصل هستن اینو هم میگیرم بیه وای، اینو میگیرم بیه ایکس. برای چی؟ به خاطر اینکه این دوتا با یه پین به هم وصلن. وقتی با یه پین به هم وصلن هم میتونن در راستای ایکس به هم وارد نیرو وارد بکنن، هم در راستای وای میتونن به هم نیرو وارد کنن. چه من چه میدونم جهتش چیه؟ نمیدونم جهتش چیه. چرا پس اینو مثلا به سمت بالا یا به سمت چپ گرفتم؟ یعنی که حل میکنم، اگه علامتش منفی به دست اومد میفهمم جهتش اونوری بوده. خب این شد جسم شماره یک. خب این شد جسم شماره یک. دیاگرام جسم آزاد جسم شماره دو رو میکشم. جسم شماره دو اینه. خب جسم شماره دو یه نیروی 14 کیلو نیوتن اینجا داره بهش وارد میشه، یه وای اینجا داره وارد میشه، یه ایکس اینجا داره وارد میشه. در نقطه بی که اینجا باشه یه صحبتایی داریم. در نقطه سی یه کابل اینجا داریم، این کابل رو اسم کشششش رو میذارم تی. کشش کابل تیه. تی رو از الان میدونیم چند کیلو نیوتنه. آیا نیاز من تی رو حل کنم به دست بیارم یا میدونم تی چند کیلو نیوتنه ازم الان؟ تی چقدره؟ حالا من کاملا مشخصه که نیرویی که همین نیرویی که اینجا داره وارد میشه و این نیرو با این باید در تعادل استاتیک باشه، پس تی 5 کیلو نیوتن. من پس تی رو با من مجهول نمیگیرم، خب تی رو میگیریم 5 کیلو نیوتن. در نقطه بی چه اتفاقی میفته؟ در نقطه بی این جسم به این جسم وصله. من فرض کردم نیرویی که این قطعه ال شکله به اون یکی وارد میکنه بی ایکس و بی وای باشه. این عکس العمل تکیه گاهی واقعی که نیست که، نیروی رد و بدل شده بین دو جسمه. خب
قانون سوم نیوتن به من میگه که عکس العمل این نیرو باید به این یک جسم وارد بشه. پس من بی ایکس رو در جهت معکوس به این وارد میکنم، وی وای هم در جهت معکوس به این یکی وارد میکنم. ببینید هر جا که جسم رو جدا کردیم عکس العملای من اینجا مینویسم، هر جا دو جسم رو جدا کردیم نیروهای رد و بدل شده بین دو جسم رو با توجه به قانون سوم نیوتن اعمال میکنیم. بی ایکس رو من فرض کردم این در اون نقطه ای که پینه به سمت چپ به این نیرو وارد کنه، پس عکس العملش به خودش وارد میشه، بی ایکس به سمت راست وارد میشه، بی وای هم اینجاست. خب آیا نیروی دیگه به این جسم وارد میشه؟ نه خیر. این شد جسم شماره جسم شماره 3 ما در واقع قلقله است. خب قلقله چه نیروهایی برش وارد میشه؟ یه دی ایکس اونور داریم، پس این یه دی ایکس اینوری داره وارد میشه. یه دی وای داریم به سمت بالا، اینم بذارید رنگ آبی نشون بدم نیروهایی که بین اجزا رد و بدل شدن و من آبی دارم نشون میدم. یه دی وای هم به سمت پایین اینجا وارد میشه. دیگه چه نیروهایی داریم؟ نیروی کشش کابل رو داریم. کشش کابل اینجا هست 5 کیلو نیوتن، این ورم هستش 5 کیلو نیوتن. قرار شد کابل اگر همون کابله، تا زمانی که همون کابله نیروش همون قدر باشه، 5 کیلو نیوتن. خب الان سه تا جسم داریم، این جسم شماره 1 ماست، جسم شماره 2 ماست، جسم شماره 3 ماست. این سه تا جسم رو در واقع باید حل بکنم. من تا اول ببینم اصلا میتونم حل بکنم یا نه. وقتی این شکلتون متشکل از چند جزئه بهتره که من اینجا بنویسم. در مواردی اگر شکلتون متشکل از چند جزئه مثل این سازه، بهتر عجله نکنین، هی ببینین اینو در بیارین، ببینین ان مثبت یا منفی از این کارا بکنین. بهتر اول تیکه تیکش کنین، بعد از اینکه اینو تیکه تیکه کردین در واقع بیاین و ببینید چندین با خودتون، معادلاتتون چند تاست، مجهولاتتون چند تاست. خب من اینجا بنویسم تعداد مجهولات، یه AX دارم، یه AY دارم، یه BX دارم، یه BY دارم ظاهرن، یه DX دارم، یه DY دارم، دیگه چی دارم؟ دیگه یه EX دارم، یه EY دارم، درست شما؟ یه EX دارم، یه دونه هم EY دارم، یه مجهول دیگه این در واقع در اینجا مد نظرم نیست. تعداد معادلات ما چند تاست؟ توی قسمت اول در واقع توی قسمت یک سه تا معادله اولی دارم، توی قسمت دوم هم سه تا معادله دارم، توی قسمت سوم در واقع سه تا معادله دارم. اینا همون زیگمای اف ایکس مساوی صفره، زیگمای اف وای مساوی صفره، زیگمای ام مساوی صفره. در واقع سه تا معادله دارم، منتها از یه معادلش قبلا استفاده کردم. خب از این معادلش قبلا استفاده کردم، از معادله لنگرش قبلا استفاده کردم. این معادله لنگرش چجوری نوشتم کسی میتونه بگه؟ از چه معادله لنگری استفاده کردم تو این سوال؟ از چه معادله لنگری تو این سوال استفاده کردم؟ هستین؟
دوستان تشریف ندارین؟ خب از کدوم معادله تعادل لنگر استفاده کردم؟ از این قضیه که این 5 کیلو نیوتون رو با این 5 کیلو نیوتون مساوی گرفتم قبلا استفاده کردم، یعنی تعادل لنگر حول مرکز غلغله رو قبلا استفاده کردم. اگر از این تعادل استفاده نکرده بودم اینجا رو باید میگرفتم تی، یعنی اینجا رو باید میگرفتم تی، اینو میدونستم 5 کیلو نیوتونه، اینم میشد تی، وقت و تی هم اینجا اضافه میشه. بعدا این معادله تعادل هم می نوشتم. اینا در واقع تعداد مجهولات ما میشه 9 تا. این هم میشه 9 تا. 9 تا معادله داریم، 9 تا مجهول. ولی خب حالا من میدونم که این تی 5 کیلو نیوتونه. در واقع انگار هم. چرا میدونم این تی 5 کیلو نیوتونه؟ چون از تعادل لنگر حول این نقطه دارم استفاده میکنم. و در واقع یه مجهول یه معادله حذف میشه. خب بنابراین حالا میتونیم اینجوری هم به قضیه نگاه کنیم. حالا میخوام سوال رو حل بکنم، یعنی گام بعدی ما نوشتن معادلات تعادله. من الان پایین جا گذاشتم براتون، ولی اینجا بغل مینویسم راحت تر است. معادلات تعادل جسم یک رو مینویسم. سیگمای اف ایکس مساوی با صفر. بهتر البته از جسم سه شروع کنم. بذارید از جسم سه شروع کنم، از اینجا شروع میکنم راحت تر. اینجا به دست میاد که آقای مرادی میپرسن که چجوری شد این معادله تعادل لنگر. حول نقطه دی من لنگر بگیرم، ببینید این فاصله حالا شعاع قلقله هر چقدر که هست، لنگر این و لنگر این باید با هم مساوی بشه دیگه، پس تی میشه 5 کیلو نیوتن. بمسا دیگه گفتم چون از قبل اینو من میدونستم، میتونستم اینو به چشم این معادله نیارم، اصلا میتونستم جسم دی رو توی معادلاتم وارد نکنم. خب میتونستم از اول جسم دی وارد نکنم و نیروهاشو بذارم، ولی گفتم حواستون باشه در واقع جسم دی، در واقع برای جسم دی سه تا معادله دارم و سه تا مجهول هم دارم، یعنی دی ایکس و دی وای و تیش هست. خب معادله تعادل سیگما اف ایکس مساوی صفر داره، سیگما اف وای مساوی صفر داره، سیگما ام هول نقطه دی مساوی صفر داره، از جا تی میشه 5 کیلو نیوتن، زیگمای اف وای مساوی صفر، دی وای میشه منفی 5 کیلو نیوتن، زیگمای اف ایکس مساوی صفر، پس دی ایکس میشه 5 کیلو نیوتن. کسی هست اینو متوجه نشده باشه الان چی شد؟ ببینید دی وای ما پاک شد، من یه بار دیگه بکشم. برای جسم 3 سه تا معادله مو نوشتم. زیگما اف ایکس هم صفره، پس دی ایکس مو اول زیگما ام رو بگم، از اولی از این یکی شروع کردم دیگه. زیگما ام هول نقطه دی صفره، پس تی میشه 5 کیلو نیوتن. زیگما ام زیگما اف ایکس صفره، پس دی ایکس به علاوه تی میشه صفر، یا دی ایکس و تی با هم مساوی ان به اصطلاح. دی ایکس میشه 5 کیلو نیوتن. زیگما اف وای مساوی صفره، پس دی وای میشه منفی 5 کیلو نیوتن. هم متوجه شده اینا؟ خب من این ستا مجهول رو به دست بردیم. حالا میرم سراغ جسم شماره یکم. جسم شماره یک یه ذره معادلات رو بازتر بنویسم. زیگمای اف ایکس مساوی صفر، از اینجا نتیجه میگیریم که
ax منهای bx منهای dx مساوی با صفر. زیگما این اپه y مساوی صفره. از جان از چه میگیرم که a y به علاوه b y به علاوه d y مساوی صفر. زیگمای m میتونم بگیرم، زیگمای m و حول هر نقطه میتونم بگیرم. حالا من بهتره که حول نقطه بگیرم که دستگاه هم رو به دستگاه دیگه وابسته نکنه. زیگمای m از z مساوی صفر. حول نقطه b میگیرم. چرا؟ چون وقت معادلات جسم یک مستقل از جسم دو میشه. اگر نگیرم یک و دو رو مستقل از هم نمیتونم حل کنم. خب حول نقطه b میگیرم. حول نقطه B بگیرم میشه چی؟ میشه منفی، جهت مثبت رو نگاه میکنم، منفی AY ضرب در فاصله AB. فاصله AB رو صورت مسئله به من داده 4 متر. به علاوه DY ضرب در فاصله در واقع 2.5 متر. مساوی صفر. چرا بقیه نیروها رو ننوشتم؟ چون نیروهای AX و DX از نقطه B میگذرن. خب؟ از نقطه B میگذرن. خب. صورت مسئله به من گفته که چی؟ یعنی از این قسمت که اینجا دارم DX و DY رو به دست آوردم از قبل. DX و DY رو میذارم تو این معادلات. اول از این معادله استفاده میکنم. از این معادله که استفاده بکنم AY به دست میاد، منفی 3 مایز 125 کیلونیوتن. DY به دست آوردم گذاشتم اینجا، یا میتونم اینجوری بنویسم. سب کنیم ای وای میشه منفی 3 مایز 125 کیلو نیوتن. خب ای وای رو داریم، ای وای رو هم داریم، میذاریم تو معادله 2. ای وای منفی 3 مایز 125 میذارم اینجا، دی وای هم قبلا به دست آوردم منفی 5. بی وای به دست میاد چقدر؟ 8 ممیز 125 کیلو نیوتن. حالا بی وای که به دست آوردم، بی وای رو ببخشید، بی وای که به دست آوردم، ای وای هم به دست آوردم، یه معادله میمونه. ای ایکس منهای بی ایکس مساوی با منفی 5 کیلو نیوتن. این معادله رو هنوز نتونستم حل کنم. چرا؟ چون به یه سازه دیگه وابسته است. خب ما الان دی ایکس و دی وای تی رو به دست آوردم، ای وای و بی وای هم به دست آوردم، ولی ای ایکس و بی ایکس رو هنوز به دست نیاوردم. خب ای ایکس و دی ایکس رو به دست نیاوردم. خب حالا میرم به جسم آخرم نگاه میکنم، به این یکی جسم نگاه میکنم. این یکی جسم چی داره؟ این که جسم این نیروهاش این شکلی هم. یه ایکس این وری دارم، یه وای اینجا دارم، یه 14 کیلو نیوتون اینجا دارم، یه بی ایکس اینجا دارم، یه بی وای دارم به سمت پایین که در واقع هست 8. میتونم بنویسم، حالا میتونم هم بی وای فعلا بذارم اینجا. یه نیروی تی هم اینجا دارم. خب این سه تا مجهول مونده الان و سه تا معادله هم اینجا میتونیم بنویسیم. دوباره من سه تا معادله هم اینجوری با دست کنم اینجا بنویسم. زیگمای اف ایکس من صفره. از جا نتیجه میگیرم که ای ایکس به علاوه یه تی مساوی صفر. زیگمای اف وای من صفره. از جا نتیجه میگیریم که ای وای منهای بی وای منهای 14 مساوی صفر. زیگمای ام من صفره. زیگمای امو حول کجا بگیریم بهتره؟
حالا نقاط مختلف بگیرید جوابش فرق زیادی نمیکنه، ولی من فکر میکنم حالا این نقطه بگیریم از همه جا بهتر باشه، چون بی وای رو در واقع به قولی حذف میکنه، یه ایکس هم حذف میکنه. خب حالا نقطه جی اگه اینو بنویسید میشه چی؟ میشه منفی تی ضرب در اون فاصله ای که اینجا داره، و ابعادش هم بکشم، ابعادش چجوریه؟ هست از اینجا تا اینجا رو مستقیم شکل بهتون نداده، ولی ابعاد قرقره رو داده، بنابراین این فاصله 6 دهم متر. با 6 دهم متر اونم 2 نیم متر. اسکیل من اینجا نکشیده باشم. از اینجا تا اینجا 6 دهم متر. از اینجا تا اینجا 2 نیم متر. اینجا تا اینجا 2 نیم متر. اینجا تا اینجا هم 4 متره. اینجا تا اینجا هم صورت مسئله داده 1.3 متر. خب اینجا صورت مسئله من داده 1.3 متر. خب اینجا حالا اینو میخوام حلش بکنم. سیگمای ام از زد حول نقطه جی مساوی 0 میشه، منفی تی ضرب در 3.1 متر، منهای بی ایکس ضرب در 2.5 متر، به علاوه 14 ضرب در 4 منهای 1.3 متر، منهای ای وای ضرب در 4 متر. این باید بشه 0. ببینید تعادل لنگر حول نقطه جی نوشتم، یکی یکی دوباره میگم. حول نقطه جی اول اینو میگیرم، لنگر این حول نقطه جی لنگر منفیه و بازوی لنگرش هست 3.1 متر، جمع این دوتا. بعدیش لنگر اینو نوشتم، دوباره چیه؟ لنگرش حول نقطه جی یک لنگر منفیه. چرا؟ بی ایکس ضرب در 2.5 متر، جهت دورانیش منفیه، اینا میشه منفی. بعدیش بعدن اینو نوشتم، یه نیروی 14 کیلو نیوتن اینجا دارم، لنگرش حول نقطه جی لنگر مثبته. چرا؟ چون اینو به صورت پاتوعتگر اینجوری میچرخونه. خب پس این میشه 14 ضرب در این بازوی لنگر که این هست 4 منهای 1.3 متر. خب و بعد چی؟ منهای ای وای ضرب در 4 متر. خب منهای ای وای ضرب در 4 متر. ای ایکس رو چرا ننوشتم؟ چون ای ایکس از جی میگذره و برای لنگرش صفره. بی وای چرا ننوشتم؟ به همین دلیل، دوباره لنگرش صفر. خب حالا بخوام اینو حل بکنم، قبلا حل کردم، میدونم که تی مساوی 5، پس ای ایکس میشه منفی 5 کیلو نیوتن. خب این قسمت رو حل کردم قبلا و ای وای رو فقط با به دست بیارم، بی وای رو قبلا به دست آوردم، بی وای به دست اومده 8.125، پس ای وای میشه چقدر؟ 22.125 کیلو نیوتن. چرا دوباره نوشتم؟ ای وای میشه 22.125 کیلو نیوتن. درست شد؟ 22.125 کیلو نیوتن. حالا میمونه فقط این معادله. توی این معادله تنها مجهولی که داریم چیه؟ بی ایکسه. اگه اینو حلش بکنید، تی رو بذارید 5 و ای وای هم بذارید 22.125، بی ایکستون به دست میاد که بی ایکستون میشه در واقع 700 کیلو نیوتن. بی ایکستون میشه 700 کیلو نیوتن. خب چی باقی مون؟ تنها کسی که هنوز به دست نیاوردیم در واقع ای ایکس رو اینجا یه معادله داشتیم که هنوز به دست نیاوردیم. ای ایکس منهای بی ایکس مساویست با منفی 5، از اینجا به دست میاد که ای ایکس میشه یه لحظه اجازه بدین ببینم بی ایکس رو درست نوشتم، جهتش رو بی ایکس این وریه و به دست آورده 700 کیلو نیوتن. پس ای ایکس مساوی هستش با
یه ایکس منهای 5 که میاد میشه منفی 4 ممیزه 93 کیلونیوتن. خب من یه لحظه مطمئن بشم علامت ها رو باز درست رهاست کردیم. ای ایکس و بی ایکس رو به سمت چپ گرفتیم، ای ایکس رو به سمت راست گرفتیم. الان ای ایکس و بی ایکس و دی ایکس، بی ایکس رو مثبت به دست آوردم که پس این معادله رو من اشتباه نوشتم. ای ایکس منهای بی ایکس منهای دی ایکس میشه انقدر، دی ایکس رو به دست آورده بودم 5 کیلو نیوتن. خب 5 کیلو نیوتن رو گذاشتم اینجا، پس ای ایکس بی ایکس به علاوه دی ایکس باید بشه 4.93 و اینم 5 بشه. آره درست. خب جنبندی ما الان چیه؟ جنبندی ما الان اینه، در شکلی که اینجا داریم عکس العملای تکیه ها اینجوری شدن. ای ایکس شد منفی 4.93، پس من چی؟ اینو اینوری گرفتم منفی اومد. من میدونم که 4.93 اینجا داره وارد میشه. خب ایه ایکس رو به دست آوردم چقدر؟ ایه ایکس رو به دست آوردم منفی 5 به سمت راست، پس میشه 5 کیلو نیوتن به سمت 5 کیلو نیوتن هم اینجا داره وارد میشه. ببخشید 4.93 به سمت چیز، یه ایکس هم منفی به دست آوردم دیگه، یه ایکس هم به دست آوردم منفی 5. یه وای چقدر به دست آوردم؟ یه وای رو به دست آوردم 22.125 کیلو نیوتن. نیوتن و ای هم وای هم به دست آوردم 3.125 کیلو نیوتن به سمت پایین. خب درست شد؟ این شد در واقع بحثی که ما تا این نقطه داشتیم. درسته؟ خب دیگه نیروی دیگه ای هم که نباید وجود داشته باشه. خب اگر حقیقتش رو بخواید، الان من دارم احساس میکنم یه جایی مثبت منفی رو اشتباه کردم احتمالاً، حالا جلسه بعد ما بررسی میکنیم. اینه یه نگاهی با هم جلسه بعد بندازیم. من شد کلاس ساعتش تموم شده، من دیگه میذارم برای جلسه بعد. من یه دوباره کنید احتمالاً یه جایی مثبت منفی رو اشتباه کردم. خب اینو با هم نگاه میکنیم. خب خسته نباشید، وقتتون بخیر.